بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به ندا و صیحه آسمانی بود، بررسی روایات از کتب فریقین، منتهی شدیم به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت را کفایت الاثر خزاز قمی به سند خودش از محمد حنفیه، از امیرالمؤمنین، از پیامبر اکرم. بین دو پرانتز عرض کنم کتاب کفایت الاثر واقعا شایسته مطالعه است. با دقت این کتاب رو مطالعه کنید و برای مردم بازگو کنید. اینا صلب عقاید ماست، اعتقادات ما. همین کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر به طرق متعدد از پیامبر اکرم امامت، نصوص بر امامت ائمه اثنا عشر را جمع کرده به طرق مختلف و از اصحاب. الان روایت اینه، مفصل از روایت. اسم ائمه را میبره پیامبر اکرم، اسم ائمه را میبرن تا میرسن به یازدهمین و دوازدهمین. میفهمد که وسیکون بعدی فتنه سماء سیلم. این حدیث رو که ما خوندیم، بعضی از دوستان فضلای حاضر جلسه فرمودن که این حدیث قبلا گذشته نقل شده، درسته؟ ولی با دقت در متن این دوتا حدیث و سند میبینیم که نه، این دوتا حدیثه. اونی که ما قبلا نقل کردیم اثبات الوصیه از حسن ابن محبوب از امام رضا، اینی که ما از کفایت الاثر نقل میکنیم محمد ابن الحنفیه از امیر المؤمنین، از پیامبر اکرم. از نظر طریق و سند ای به امام رضا منتهی میشه، او به امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیامبر اکرم. این یکی دیگه. درسته خیلی از متن خیلیش با هم مطابقت دارد، ولی مقداریش هم اختلاف داره و باید اختلاف داشته باشد. در روایتی که ما کفایت الاثر از پیامبر اکرم نقل کردیم، این دو دارد که پیامبر اکرم می‌فرماید که این مشکلات، این فتنه ها بعد از من، عند فقدان شیعتی که الخامس من السابع من ولدک. خوب دقت کنید، بعدی که اون خامس از هفتمی، هفتمی یعنی کی؟ امام کاظم. خب امام جواد، امام رضا میشه اول،
امام جواد، دوم امام هادی، سوم امام عسکری، چهارم امام زمان میشه پنجم. عند فقدان طبق این نص خامس اشاره به آقا امام زمانه، اون وقتی که آقا غائب میشن. بعد میفرماد که یحزن لفقده اهل الارض والسماء. خوب دقت کنید، این فقدان اشاره به کیه؟ اشاره به شهادت و رحلت امام عسکریه. وقت شهادت امام عسکری مشکلاتی بعد پیش میاد، بعد پیامبر فرمودن که اترق ملیان، پیامبر اکم سر زیر انداختن مقداری، سکوت کردن، ثم رفع رأسه، سر مبارک رو برداشتن و قال بی ابی و امی، پدر و مادرم فدای اون کسی باشد که سمیی، یعنی چی؟ همنام من و شبیهی، و من شباهت دارد و شبیه موسی بن عمران، در پاری از جهات شبیه هسته عیسی و موسی هستم. بعد می فهمد که علیه جیوب النور تتوقد من شعاع القدس کأنی بهم آیس من کانو، در سخت‌ترین شرایط همه مأیوس، در شرایطی که همه مأیوس، در یه چنین وضعیتی نودیه به ندا. روایت دارد که انا فی ما لا ارجو ارجا فی مما ارجو، جایی که بالاخره جای یأس امید من به فرج در اونجا بیشتره، در چه شرایطی نودی بن دائن یسمع من البعد، در دورانی که همه دیگه مایوس هستن، به اصطلاح به آخر خط رسید، ندایی شنیده میشود از بعد، از قرب، همه این ندا رو میشنوند. اون ندا رحمه علی المؤمنین و عذاب علی المنافقین، اون ندا برای مؤمنین رحمت است، برای منافقین عذاب است. آقا میفهمان عرض کردن به پیامبر اکرم و ما ذالک الندا، اون ندا چیه؟ پیامبر تبیین کردن سه صوت و در ماه رجب، اوله علالت الله علی الظالمین، الثانی عذبت العازفه، الثالث ترون بدریان بارزن، شیئی در آسمان میبینی کنار خورشید، یونادی علا ان الله قد بعث فلان ابن فلان، مردم آماده شید، خداوند عز و جل ایشون را فرستادن، حتی ینسبه الى علی، تا همینطور اسم های پدر جد تا به امیر المؤمنین. خب این ندا فی هلاک الظالمین، فعند ذلک یأتی الفرج، بعد از اون ندا فرج میرسد. خب تا میرسد که آقا فرمودن به پیامبر عرض کردم یا رسول الله فکم یکون بعدی من الائمه، پیامبر اکرم فرمودن که بعد الحسین تسعه، امام مهدی هم التاسع میشه و او کسی که قیام میکنه. خب این متن کفایت الاثره، کسی که روایت رو نقل میکند این روایت از پیامبر اکرم، و کسی که از پیامبر نقل میکنه مولای متقیان است. متنی که ما از کتاب اثبات الوصیه نقل کردیم، مخاطب حسن ابن محبوبه،
قال لی الرضا، امام رضا به من فرمود انه یا حسن، اشاره به حسن بن محبوب، سیکون فتنه صماء. بعد اینجا هم همین دارد، عبارت یکی، فیلم یذهب فیها کل ولیجت و بطانه، تقریبا مضمون یکیه. و ذالک، خب در روایت امیر مؤمنین از پیامبر اکرم سوال میکنه یا رسول الله این اتفاق کی میفته؟ پیامبر میفهمد که عند فقدان شیعتک الخامس من السابع، همگامی که شیعیان تو ای علی بله پنجمین فرزند از هفتمین را از دست بدن. اما در روایت امام رضا این ندارد، دارد که عند فقدان شیعه از ثالث من ولدی، دقت می فرمایید، از ثالث من ولدی امام جواد میشه الاول، امام هادی از ثانی، امام عسکری از ثالث. مصیبت، مشکلات، بلا تکلیفی، تردید، تشکیک کی آغاز میشه؟ بعد از شهادت امام عسکری. خب آقا که به شهادت میرسه یبکی علیه اهل السماء والارض، بر شهادت امام عسکری. این فتنه کیه؟ مصیبت عظما کیه؟ بعد از شهادت امام عسکری، که بعد فرمودن که کأنی بهم شرما کان، در بدترین شرایط به سر میبرن و قد نودو. اونجا این مطلب نبود، فرمودن که بله یسمع به ندا عند فقدی ثم اطرق ملیا، بله این کلمه اینجا نیست، در بدترین شرایط که ندای آسمانی، قد نود و ثلاثت اصوات، از صوت الاول عزفت بله عزفه، اینجا چی داشت؟ از صوت الاول علا لعنت الله علا والمه. خب از صوت الثانی در روایت پیامبر اکرم عزفت العزفه، اینجا از صوت الاول عزفت العزفه یا معشر المؤمنین، از صوت الثانی علا لعنت الله، چی شد؟ بله تغییر جا به جا. در روایت امام رضا مضمون صوت اول همون مضمون صوت ثانی است در روایت پیامبر اکرم. اما و الثالث، صوت الثالث اینجا در روایت پیامبر اکرم دارد ترون بدریان بارزن، شیعی رو میبینید اینجا دارد که بدن یظهر فیورا فی قرن الشمس. خب آیا در روایت امام رضا علیه السلام صوت و سالس مطلبی چیزه اینجا فقط در حد ظاهر شدن بدن و شیعی است؟ اونجا دارد نه، اون بدن یقول ان الله قد بعث فلانا فاسمعوا واطيعوا، این صوت ثالثی که در روایت امام رضا، در روایت کفایت الاثر بدریا بارزا ینادی الا ان الله قد بعث فلانا فلانا، خیلی اختلاف مضمون کم و زیاده، یعنی زیادتره در روایت پیامبر اکرم، مضمون سومی یکیه تقریبا. پس اینا دو تا روایت، نه که یک روایت باشد، مضمون هاشون هم خیلی هاش با هم متفقه، اما یه مدارش هم با هم اختلاف دارن.
بنابراین یک نکته دیگه من اینجا اشاره بکنم، در روایت امام رضا ندارد که در چه زمانیه. بله شرایط رو بیان کرده است که امنی بهم شر ما کن، در بدترین شرایط، اما چه زمانیه؟ ماه رمضانه، ماه رجبه، ماه دیگه است، مطلق گذاشته بیان نکرده، درسته؟ اما در روایت کفایت الاثر از پیامبر اکرم میفهمد که فراط اصوات کجا؟ فی رجب، در ماه رجب. ما اگر خواسته باشیم جمع‌بندی کنیم وارد تفصیلات بشیم، نیاز به بررسی سندی داریم. چجوری ما اینها را جمع کنیم؟ یک صوت، دو صوت، کمتره، بیشتره؟ از روایت چه استفاده بشه؟ فعلا این را اضافه کنید بر عدد روایات، نگیم یکیه، میشه چند تا روایت طبق این حساب؟ 14 تا یا 15 تا؟ 16 تا روایت فعلا تا اینجا. اما روایات بعدی، جلد 5 معجم از صفحه 171 تقریبا، روایاتی که در ارتباط با ندا و صیحه آسمانی شروع میشه. این روایت از امام صادق. اولین روایت، روایتی است که داوود ابن کثیر رقی به امام صادق عرض میکنه، جعلت فداک. یک کلمه من یادم رو اشاره کنم از بحث قبل، همونطوری که روایت طبرانی را فقط عامه نقل کردن، کسی از خاصه این روایت را نقل نکرده، استدراک از بحث قبلی، روایتی که از طبرانی نقل کردیم، این روایت را هم در صفحه 253 روایت کفایت الاثر. ظاهرا کسی از عامه من ندیدم این روایت را متعرض شده باشد، درسته؟ جلد چند بود؟ بله، کسی از عامه اینو نقل نکرده، فقط خاصه نکرده. برگردید، روایت 17 هم روایت است که از امام صادق نقل شده است، داوود رقی میگه جعلت فداک به امام عرض کردم قد طال هذا الامر، فشار به ما زیاد میاد، طول کشید، فرج کیه، حتی واقع قلوبنا، دلامون به تنگ آمده، به درد آمده. بله، و متنا کمدا، از غصه داریم میمیریم، بالاخره فرج کیه؟ ببینید شیعه در چه شرایطی به سر میبردن و الان الحمدلله در چه شرایطی هستیم. آقا فرمودن که ان هذا الامر آیس ما یکون منه و اشده غمن، می فرماید که در شرایطی که دیگه مردم مایوس، روایت دارد که مؤمن میره از کنار قبرستان، میگذره میره کنار قبر یه مؤمن، یمرغ نفسه، بدنش رو میسایه به این به قبر و میگه لیتنی کنت مکان، ای کاش من جای این بودم، ای کاش من مرده بودم. یا روایت از امام کاظم دارد که یتمنى المؤمن الموت صباحا و مساء، شب و روز آرزوی مرگ میکنه، شب میشینه خدای به صبح نکشه، صبح میشینه خدای به شب نکشه، سخت شرایط، سخت، مایوس،
دیگه امید به بهبودی و اصلاح و تغییرات. امام میفرماد که در یک چنین شرایطی ان هذا الامر آیس ما یکون و اشده غما ینادی مناد. در یک چنین شرایطی فرج میرسه، منادی ندا سر میدهد، من السماء تغییر میدم عبارت را، ینادی مناد من السماء بسم المهدی، عبارت درست کنید، بسم المهدی و اسم ابی، اسم پدر بزرگوار را. عرض کردم که جعلت فداک و ما اسمه و ما اسمه، فهمودید که منادی ندا سر میدهد به نام حضرت، نام شریفشون چیه؟ آقا اسم نبردن. قال اسمه اسم النبی و اسم ابیه اسم وصی. خب اسمه اسم نبی، یک نکته اینجا عرض بکنم، بحث که در دوران غیبت اسم شریف آقا میشه، اول اسم آقا چیه؟ اسم شریف آقا، وقتی این فهمد اسمه اسم نبی، آقای شریفه چی میفهمد؟ و ما محمدون ابا احد من رجالکم، اینه؟ یا و مبشرن به نبی این یعطی بعد اسمه احمد، اونه یا اینه؟ حالا دارن اولیه. مطلب دوم، آیا نام حضرت را بردن، نام حضرت در دوران غیبت جایزه؟ به طور کلی نام حضرت نمیشه برد حتی در دوران ظهور، یا فقط در دوران غیبت، یا دوران غیبت صغرا؟ این بحث اختلاف شدید حتی بین محدثین، سوای فقها، مرحوم نوری درگیره با مرحوم حر عاملی، حر عاملی جایز میدونه، ادله هم میاره، مرحوم نوری جایز نمیدونه، ادله ایشون رد میکنه. مفصل در جلد 11 اگه اشتباه نکنم، در جلد 11 مصدرک مفصل بحث میکنم و این مسئله اختلاف بود از قدیم تا الان. شیخ صدوق جایز نمیدونه، علامه مدرسه مشکل، بعضیا اصلا کتاب نوشتن شرعت چیه تسمیه، بله روایات مفصل و مختلف و متعارض دارد از معاصرین، بعضی مراجع همین الان هستن و مشروع میدونن، بعضی دیگه هستن و مشروع نمیدونن، من باشون صحبت کردم همودن جایز نیست و نظر خود من هم همینه که در دوران غیبت اسم شریف حضرت را، اون اسمی که اسم نبی، مشروع نیست. من در کتاب تا ظهور نمیدونم جلد اول یا جلد دوم نمیدونم، اونجا من بحث کردم، حالا برسیم به این مباحث، اینا میشالله متعرض میشه. شاید یکی از مؤیدات، نمیخوام بگم دلائل، همین روایت دیگه است. آقا سوال میکنه خب اسم مبارک، وقتی میفهمد نودیه یونادا به اسم، خب به چه اسم یونادا؟ امام حاضر نشد اسم ببره، اما اسم و اسم نبی و اسم ابیه اسم وصی یعنی چی؟ حسن عسکری روحی فدا، اشاره به اینه. اینم یکی از مباحثه، اسمه اسمی اسم ابیه اسم ابی، بعضی روایت اینه دارد. من دیدم در بعضی کتاب های وهابی ها گیر میدن که بله شیعه برای این که منطبق بکند اعتقادش بر حضرت مهدی، این روایت قبول ندارد، اسم ابیه اسم ابی، اصلا این روایت تو مصادر ما نیامده. پس این روایت اشاره دارد به این که ندا
در دورانی که شرایط سخت باشد ندای آسمانی و فرج شیعه و مسلمی. بله، منادی کیه؟ مضمون ندا چیه؟ همین مقدار، به نام حضرت، به نام پدر. اما کی خواهد بود؟ چه زمانی؟ اشاره نشده است. گفتم اسم آقا چیه؟ فهمودم اسمشون اسم پیامبر است و اسم پدرشون هم اسم وسیع حسن عسکری روحی فدا. علا فرض این که اسم ابیهی اسم ابی هم باشد، علا فرض، نگاه کنید آقا امام عسکری دو تا اسم دارد، اسم معروفش حسن، اسم دیگه عبدالله. اسم ابیهی اسم ابی. حالا دقیقه بیشتر میخواید جنات الخلود نگاه کنید. جنات الخلود از کتاب‌های بسیار ارزشی، کتاب بسیار با علاوه پر مطلبه، اونجا این مطلب را دارد. خب این روایت رو کی نقل میکنه؟ مرحوم نعمانی در غیبت صفحه 186 حدیث 29. محمد ابن حمام قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن مالك عن محمد ابن احمد المديني قال حدثنا علي ابن اسباط عن محمد ابن سنان عن داود الرقي قلت لابي عبد الله. نمیخوام فعلا بررسی سندی کنم چون این روایت روایتی نیست که نیاز به بررسی سند داشته باشد، مضمونش مقبوله. اگر مطلبی زائدی داشته باشد که نیاز به بحث باشد ما بررسی سندی خواهیم کرد. بعد از اونم اثبات الهدات رو نقل میکنه، جلد 3 535. بعد از اونم بهار الانوار جلد 51 صفحه 38. دیگه من ندیدم، البته ما هم در معجم جلد 5 صفحه 171 اینو نقل کردیم، دیگه من ندیدم کسی این روایت رو نقل کرده باشد. خب روایت بعدی باز از آقا امام صادق روحی فدا. بله، عبدالله ابن سنان می فهمد که سمعت ابا عبدالله یقول، شنیدم از امام صادق که می فرمایند ینادی باسم صاحب هذا الامر مناد من السماء، فریادی منادی از آسمان به نام رهبر قیام، به نام مهدی آل محمد روحی فدا از آسمان ها. چی می فرماد؟ مضمون ندا چیه؟ الا ان الامر لفلان ابن فلان. معلوم میشه که در فیما القتال، چرا اینقدر با هم درگیر هستید؟ معلوم میشه که این ندا در دوران است که در اوج درگیری هاست، اوج چی میگم، بالاخره هرج و مرج و حملات و ای به او حمله کنه و به این در یه چنین شرایط تنازع برای چی میگم سلطه، حالا به هر قیمتی میخواد تمام بشه تمام بشه. در کدوم جنگ؟ جنگ جهانی اول بود چقدر کشته شدن؟ 10 میلیون. جنگ جهانی دوم چقدر کشته شدن؟ برایشون مهم نیست، فقط سلطه پیدا کنن و قدرت پیدا کنه. در یه چنین شرایطی منادی سر میده که چه درگیر هستی؟ حکومت که مال شما نیست، حاکمیت که مال شما نیست. للباطل جوله وللحق، بله وللحق دوله، چرا درگیر میشید؟ بله این روایت هم مرحوم نعمانی نقل، این دیگه ارزم دیگه ارزم تمام، مرحوم نعمانی در غیبت 274 اینا نقل میکنند، در 275 هم باز به طریق دیگه نقل میکنند. البته یک مقدارم اختلاف دارد. لا یکون هذا الامر الذي تمدون الى احناقكم، یه چیزی که شما منتظرش هستید هی گردن میکنید که کی محقق میشه؟
این محقق نمی شود حتی ینادی مناد من السماء الا ان فلانم صاحب الهم فعلام القتال. مضمون یکیه اما متن فرق میکنه، سندش هم اونم منتهی میشه به عبدالله ابن سنان. خب بعد از مرحوم نعمانی حلة الابرار جلد 5 چاپ جدید 298 از غیبت نقل میکند. بعد از اون هم بهار الانوار در 2 جا 52 296 و 52، یعنی در 2 جا، یعنی 2 تا روایت رو نقل میکند، نه در 2 جا در 1 جا، هر 2 تا روایت رو نقل میکند. و در آخر هم بشارت الاسلام کاظمی 138. بله این حاصل مصادری که از این روایت است. ما هم در معجم جلد 5 72 نکردیم تا برسیم به روایت دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.